بینندگان عزیز تلویزیون NITV شب بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. آزیتا سایان هستم و برنامه عشق آفرین امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین و زندگیتون لذت ببرین. همینطور که داشتیم برای شروع برنامه امشب آماده میشدیم، به یاد هفته پیش افتادم که چقدر هفته پر هیجانی بود، برای اینکه اولین برنامه من بود در آغاز این سال جدید در NITV و همینطور با ولنتاین مصادف میشد و خب به خاطر همین قضیه هم خیلی هیجان زیادی داشتم که این هفته عشق و رومانس که در پیشه چطور میگذره برای کسانی که من میشناسمشون و هزاران هزار دوستی که توی فیسبوک من دارم در سراسر دنیا و نزدیکانی که دور و بر من هستن. و خب یک تحقیقی بود در اصل برای من، مثل همه چیز دیگه‌ای که برای من سوژه تحقیق در مورد آدم‌ها. فکر کردم که چه اتفاقی داره دور و برم میفته و خب از همه سوژه ها برای من جالبتر سوژه آقایونه چون شاید فکر میکنم که به عنوان یک زن موجودیت خودم و خودتون رو، حالا اگر زن هستین دارین گوش میکنین، لااقل تا حد زیادی معماش برام واضح تره. نه اینکه واضحه شفافه، همه چیزشو فهمیدم، ولی باز لااقل واضح تره. و بعد در مورد آقایون و ولنتاین برام خیلی سوژه جالب بود که اونها چطور به این قضیه ولنتاین نگاه میکنن و باشون صحبت بکنم و ازشون نظر بپرسم و ببینم که اونها چطور میبینن این روز که چقدر هم برای ما زنها سمبولیکه و معنی داره. و اگه گل فرستاد یعنی یه چیز، اگه شکلات فرستاد یعنی یه چیز، اگه هیچی نفرستاد پس یعنی یه چیز، اگه اصلا زنگ نزد یعنی یه چیز. و اینکه آیا همون چیزایی که ما زنها فکر میکنیم یعنی این، یعنی چی؟ و خب به هر حال یه تئوریایی بنابه 20 و چند سال تجربه کاری یا حرفه‌ای به عنوان یک روانشناس و مشاور خانواده و متخصص در امر رابطه زن و مرد خب دارم و تجربه و همینطور نتیجه تحقیقات و سوالات و مطالعات، ولی برام جالب تر بود که بپرسم و ببینم که از کسانی که از این هزاران هزار نفری که میشناسم اونها چطور میبینن قضیه رو و چطور هست. و خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه اگر آشنا باشید تا حد کمی یا زیاد یا هر چیز به طبیعت مرد، کلن مرد جنس مذکر و یا انرژی مذکر از این که چیزی بهش تحمیل بشه و احساس بکنه داره کنترل میشه و یا تحت کنترل قرار میگیره بسیار ناراضی و ناراحته و اصلا یک همچین تحمیلی رو نمیپذیره طبیعتا. حالا اونهایی رو داریم که کلن انسانهای تابعی هستن و خیلی در حال جنگ نیستن و کنار میان، راحتن، زندگی رو آسون میگیرن و خب حالا ولنتاین، خب گل میخریم، شکلات میخریم، زیاد اذیت نمیشن. ولی اینی که دنیا روزی رو انتخاب کنه و به مرد دیکته بکنه که تو در این روز به خصوص باید بری گل بخری، ابراز عشق بکنی، اگر خوب راجع بهش فکر بکنین، کلن مثل اینه که بخواین دستور بدین یه مرد باتون عشق بازی بکنه. اصلا نمیشه، برای اینکه دستوری نیست این قضیه. یعنی
اگر به فیزیک مرد هم حتی نگاه بکنین، لاو میکینگ و یا عشق بازی آن دیمند امکان پذیر نیست، مگه اینکه خودش بخواد. یعنی اصلا اگه آن دیمند باشه از اون ور میره، نمیشه. برای اینکه همه حواسش به این میره که اصلا تو شده من میگی یا من باید همین الان پرفورم بکنم، وای اگه نکنم. اصلا به محض اینکه قضیه فکر و تمرکز فکر به کار میاد که اصلا سیستم منحله. بنابراین اینم درست میخوره به همون طبیعت مردانه. پس ما داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ رومانس آن دیمند، یعنی تو همین الان یهو عاشق بشو، ابراز عشق بکن، رومانتیک بشو، گل بخر. خب اگر این احساس رو نداشته باشه باید چه کار بکنه؟ خب تظاهر میشه. پس من این نیست که عاشق تو هم، خودم به دل بخواه خودم از این لحظه دارم استفاده میکنم، به تو عشق میدم یا میخوام بدم، یا من باید چون همه دنیا دارن این کار میکنن منم بکنم، وای به حالم اگه نکنم. بعد از همه بدتر اون وای به حالم اگر نکنمه که برای مرد کسر شأنه. یعنی این نیست که خب حالا چون همه میکنن مثلا نوروز منم هدیه میدم. موضوع اینه که اگر ندم اون وقت عواقب داره. بعد عواقبش اینه که تو اخ میکنی، تخ میکنی، غر میکنی و بعد اصلا سکس و رومنس برای ماها تنبیه میشم. اون وقت پس من نمیخوام این کار بکنم چون اصلا این زوره. بعد فکر کردم که واو، عجب بلایی سر خودمون آوردیم. جامعه انسانی بدون توجه به اینکه جنس مذکر اصلاً در خلق و خوش نیست، در خلق و خوش نیست این نوع زورگویی جامعه بهش که خب همین الان باید رمانتیک بشی. این که اصلا بذاریم کنار، همین الان باید رمانتیک بشی بذاریم کنار، وای به حالت اگر نکنی بذاریم کنار، بعد حتی بهش بگن که حالا چی باید بخری، شکلات باشه، گل باشه، کارت باشه، قلب داشته باشه، بعد واو دیگه اونم مزید بر علت. بعد فکر کردم که چقدر دلم میسوزه که ما نمیدونیم داریم چه کار میکنیم، چون این اصلا رومانس نیست. این نمیتونه اون حالت مردانه ای رو که نیاز به ابراز خودش داره در لحظه، برای اینکه این احساسو کرده، حس کرده میخواد این کارو بکنه، یه چیزی از درونش داره بیرون میاد، طبیعیه، وحشیه، قرار نیست اصلا کنترل بشه. اینو ما داریم تبدیلش میکنیم به یک قناری در یک قفس که حالا بخون، حالا نخون، حالا ساکت باش، پروشم میچینیم. و بعد از اون بر فکر کردم که چقدر ناراحتم برای خودمون زنها که اگر فکر کنیم که خب حالا ابراز عشق نکرده، گل نخریده، شکلات نخریده، یا نمیدونم ها ببخش گل و شکلات هم اگر میخری یا هر ابراز عشقی، اینا رو بفرست آفیس که بقیه ببینن. این نیستش که این فقط بین من و توه، اینم البته مد جدیده. پس حالا اون باید حواسش باشه که چی بفرستم که بقیه منو کم حساب نیارن. یعنی اصلا نمیتونه این رومانس باشه، معنیش از بین رفته دیگه. این شده یک چیز سمبولیکی که هیچ شباهتی به اون چیزی نداره که شاید حتی قرار بوده که باشه. بعد اصلا ولنتاین قرار بوده که یه سمبول احساسی عاطفی از یک احساس لطیفی که شخصی به شخص دیگه‌ای داره، یک سمبولی رو انتخاب بکنه و به اون شخص به عنوان سمبول اون چه که احساس میکنه بده. و ما خیلی کمتر الان اون سمبولای واقعی رو داریم. من یادم بچه که بودیم، من مدرسه بهارنو میرفتم، مدرسه میسمری، و خب چون خیلی شیک بودیم و
خارجی بودیم، موقع ولنتاین کار دستی درست میکردیم، کارتای دستی خودمون درست میکردیم برای مادرمون، پدرمون، خواهرمون، برادرمون. اون موقع که دوست پسر نداشتیم، اگه هم داشتیم دزدکی بود، باید کسی نمیدید ما کارت درست کردیم، داریم میذاریم زیر کتابش یا دفترش یا از بالای بالکن داریم پرت میکنیم برای پسر همسایه. ولی خب به هر حال اونا هم شیرینی خودشو داشت. ولی موقع دیگه خیلی بچه بودم، دبستان بودم، هنوز اون شیطونی ها رو نداشتم. ولی کارتایی رو که درست میکردیم، چقدر هر یه دونه از این کارتا با تمام وجود، به خصوص وقتی که با بچه هستیم، چقدر از خودمون کار میذاشتیم روش که دقیقا اون چیزی رو که داریم احساس میکنیم نسبت به مثلا مادرمون یا پدرمون یا خواهرمون یا برادرمون یا هر کسی که داریم این ابراز عشق رو بهش میکنیم، همون چیزی باشه که در درونمون هست. و چقدر این کارت ها زیبا هستن و یادگاری های عزیزی هستن. من از بچه های خواهرم، برادرم که دارم، اینها رو همه رو جمع کردم، کلکسیون دارم از ولنتاین هایی که بچه های کوچیک بهم دادن، چون اونا سوای کارتایی که از مغازه خریده میشه، با دست درست شده و خیلی معصومانه تر و زیباتر برام، شاید اینطوری بگم، اون احساسی که توش هست و اون خط کودکانه کج و ماوجی که سعی نکردن قشنگش بکنن، تو خط بنویسن، ولی دقیقا اون چیزی رو میگه که اون بچه میخواد که بهتون بگه. به هر حال این یه قسمت تحقیقم بود در مورد ولنتاین، که آقایون به من میگفتن که چقدر براشون سخته که احساس بکنن و بترسن از اینکه نکنه هدیه‌ای رو که میخرن درست نباشه، معنیش درست دریافت نشه و اون چیزی نباشه که اون شخص میخواد، و ترس از اون نگاه شاکی و یا ناراضی، و اینکه چقدر این روز ایجاد استراب میکنه. و چقدر از آقایون که به من میگفتن که ما اصلا این روز بریک اپ میکنیم یا سفر میذاریم برای کار میریم یا مشغول میکنیم خودمون رو یه جوری، یا دعوامون میشه، یا هر سال یه خاطره بوده که تلخ بوده، خلاصه شیرین نبوده این ولنتاین. و بعد چقدر آقایونی که آرزو داشتن که با کسی باشن که بهشون این فرصت رو بده که هر اون چه که واقعا ته دلشون هست ابراز کنن، و در یه پکیج به خصوصی و یا بسته‌بندی به خصوصی و یا چارچوب به خصوصی نباشه، و بتونن همونی باشن که میخوان و از دلشون باشه اون چیزی که دارن ابراز میکنن. اینم یه ور دیگه قضیه بود. بعد مهمترین چیزی رو که از آقایون من گرفتم در مورد ولنتاین و کلن در مورد رابطه با زن، به من میگفتن که ما میخوایم که برای یک زن احساس بکنیم که اون کاری رو که انجام دادیم خیلی خوشحالش کردیم، و واقعا نه اینکه اون چیزی بوده که اون میخواسته، بلکه سرپرایز شده و یا به هیجان اومده و یا باعث شعفش شدیم، و در اون لحظه است که ما احساس میکنیم که یه چیز خیلی، هدیه خیلی گرانبهایی رو به ما داده شده از خوشحال کردن و راضی کردن یک زن. و در اصل اگر میتونستیم هر روز این کار رو میکردیم که بتونیم کسانی رو که دوست داریم و زنانی رو که دوست داریم و اطرافیانمون رو خوشحال کنیم. و وقتی به عمق این قضیه من نگاه کردم، رسیدم به همون حرفی که من همیشه توی کارگاهام
میزنم با شرکت کنندگان کارگاه های آموزشیم و یا ورکشاپ هام، و اونم این هستش که کلن روحیه مرد طوریه که میخواد قهرمان ما باشه، میخواد کاری رو بکنه که یا باعث خیلی خوشحالی ماه، یا باعث نجات ماه، یا باعث رضایت ماه، یا باعث خوشنودی ماه، یا باعث تحسین و تقدیر ماه. به هر حال یک چیزی است که باعث میشه که اون احساس بکنه که یک کار خوبی رو انجام داده. چون به قول همسرم گریگوری، مردان احتیاج دارن که کاری که میکنن باعث تایید بشن، و وقتی که تایید میشن میدونن که کاری که کردن خوب بود، و با کار خوب کردن مرد احساس خوب بهش دست میده. و برعکس ما زنها وقتی احساس خوبی داریم کار خوب میکنیم و بهتر ارائه میدیم اون چیزی رو که داریم، و اگه احساس خوبی نداریم هر کاری رو که میکنیم با یه حالت دلمردگی میکنیم و نه لذتی توش هست برای خودمون نه برای کس دیگه ای، هر چقدر هم که زحمت بکشیم ولی زحمتمون تلخه نتیجهش. پس زن باید احساس خوبی داشته باشه تا کارهای خوب که میکنه حس خوبش رو بهش برگردونن، و مرد وقتی که یه کاری رو میکنه که بقیه خوب میدونن و تایید میگیره و حس خوبی از اون به دیگران داده میشه و اونا بهش منعکس میکنن، اونجاست که احساس خوبی بهش دست میده که کار خوبی کرده. و در این داد و ستد هست که ما انسان‌ها به هم با هم دیگه توازن پیدا میکنیم. این یه طرف قضیه بود. یه طرف دیگه قضیه فکر کردم که چی میشه که ما ولنتاین رو و یا روز عشق رو کلن حتی هدایایی رو که به همون میدن، یا آقای داشت با من صحبت میکنم، من گفتش که من هرچی که به خانومم میدم احساس نمی کنم خوشحال میشه، ولی همیشه به من میگه منو خیلی دوست داره، عاشق منه، خیلی اینو به من میگه، ولی من احساس نمی کنم که اون واقعا منو دوست داره یا عاشق منه. این مشکل کجاست؟ مشکل منم، مشکل اونه؟ من عشق دیگرانو احساس میکنم ولی عشق همسرم هر چقدرم که اون میگه ولی من حسش نمیکنم، فکر کنم فقط کلماته و داره وظیفش رو انجام میده و یا از دست دادن من رو میترسه ازش، عشقش رو احساس نمیکنم. و بعد من فکر کردم که چقدر جالبه، چند نفر هستن در این دنیا که عشق رو میگن یا عشق رو عمل میکنن ولی عشق رو احساس نمیکنن، و این قضیهش چیه؟ و آیا این سمبل عشق رو که ما به هم دیگه میدیم آیا اون احساس عشق رو میاره، یا انقدر بدون عشق و بدون حس شدیم که فقط سمبل ها حالا دیگه مهم شدن؟ چون اگر که یه مردی باید به صرف این که ولنتاینه برای من گل بخره، کادو بخره، کارت بخره، عشق ابراز بکنه، منو شام ببره بیرون، خب اگه اون عشق احساس نکنه ولی داره فقط اینو وظیفه میکنه، پس منم اون عشق احساس نمیکنم، منم پس نمیدم، پس منم دارم میخندم و میرم بیرون و تشکر میکنم ولی منم تو خالیم، پس چی شده این عشق؟ این عشق کجاست؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ و بعد اونجا بود که پیش خودم فکر کردم که زمانی در زندگی بوده و میدونم که برای همه ما پیش اومده و شاید الان که شما دارین گوش میدین این تجربه رو دارین که میخواین عشق رو با تمام وجودتون، یه موقعی هم حسش کردین، داشتینش، ولی الان خیلی وقته که دیگه احساسش نکردین و اون گرماش رو، اون حسش رو، اون نگاهش رو،
اون لمسش رو، اون آغوشش رو، اون تپش قلبش رو، هیجانش رو از دست داده. فکر کردم که خب به غیر از کسایی که میدونم باشون کار میکنم، کارگاه ها رو تکمیل میکنن و به قول خودشون به دنیای عشق بر میگردن و یا برای اولین بار به دنیای عشق وارد میشن بعضی هاشون، وقتی که از با آدم های عادی صحبت میکنم، وقتی کس دیگه گوش نمیده به من میگن خیلی وقته که عشق رو احساس نکردن، یا اگرم حسش میکنن به کمک تریاکه یا به کمک مشروبه یا به کمک قرصه یا به کمک هر چیزیه. ولی خودش نیست، در حالت عادی خودش نیست. و بعد فکر کردم که خب این عشق کجا میره، چی میشه، چه بلای سر عشق میاد، چه اتفاقی برای ما انسانها میفته که بیحس میشیم نسبت به این عزیزترین حسای انسانی، زیباترین، والاترین، من فکر میکنم گرانبهاترین حسای انسانی، چی میشه، چه اتفاقی میفته که این بیحس میشه در ما و چجوری میشه دوباره، همینطور که دارم تو تلویزیون میگم، نه اینکه تو کارگاه هم میدونم باید چه کار کنم، سه روز وقت دارم باهاتون، ولی چی میتونم امشب بهتون بگم در مورد عشق که یه ایده ای به دستتون بیاد که چی شده و حالا باید چه کرد. در فرصت کوتاهی که باهاتون هستم و خطا رو باز خواهم کرد تا یک 10 دقیقه دیگه ای که تلفن هاتون رو بعد از پیام ها پاسخ بدم، ولی چی میشه، چه بلایی سر این عشق میاد. و بعد فکر کردم که چون تجربهش رو دارم، اتفاقی که میفته این هستش که اگر خوب فکر بکنین در موردش و همین الان که دارین به حرف من گوش بدین، یه فهرستی تهیه بکنین از تمام عشقهایی که یه روزی داشتین ولی الان دیگه ندارین، چه عشق به فوتبال بوده، چه عشق به ورزش بوده، چه عشق به یک انسان بوده، چه عشق به یک هدف بوده، چه عشق به موسیقی بوده، چه عشق به بچه بوده، چه عشق به کار بوده، چه عشق به زیبایی بوده، چه عشق به هر چی که بوده، ولی الان دیگه حسش نمی کنین. اگه دقت بکنین، اتفاقی که برای ماها میفته اینه که اون فهرست رو نگاه کنین، در بیشتر اون عشقایی که داشتین اگر شکست خوردین، هر بار که شکست خوردین یه دریچه بسته شده و به خودتون گفتین دیگه نمیذارم این بلا سرم بیاد، دیگه نمیذارم این درد رو حس کنم، دیگه هر چیز دیگه که به خودتون گفتین، هر بار که این رو به خودتون گفتین که دیگه نمیذارم سرم کلا بره، دیگه خر نمیشم، دیگه حالا هر چی، دیگه به این سادگی نیستم، دیگه گول نمیخورم، whatever، ها؟ هر بار که اینو به خودتون گفتین یکی از دریچه های قلبتون رو بستین. اگه دارین به حرفم گوش میکنین، قلبتون درد میکنه، مریضی قلبی دارین، دریچه ها، رگ ها بسته است و این قلب های شکسته است. و من فکر میکنم چون دیدم به تجربه این رو، وقتی که ما عشقمون باز میشه قلبامون خوب میشه، دیگه درد قلب نداری، دریچه هاش باز میشن. و این رو من به بارها و بارها و بارها و بارها برام ثابت شده و تکرار شده که این قلب هایی که ما عملشون میکنیم و جراحیشون میکنیم و درد دارن، از شکستگی های عاطفی ما درد دارن که جسممون رو به درد میاره. این هر بار شکست میخوریم دریچه ها رو میبندیم، انقدر میبندیم که دیگه هیچی حس نکنیم. بعد اونایی که نمیتونن ببندن
قلباشون رو میبندن، دیگه درد دارن، دیگه رگا رو میبندن، چون دیگه نمیخوان حسش کنن ولی نمیتونن. اگه دقت بکنین خیلی از این کسایی که مشکل دارن با قلبشون انسانهای بسیار احساساتی هستن و نتونستن هنوز جلون احساسات بگیرن. برای همین همیشه ما تا اینا ناراحت میشن میگیم نه 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 نه، چون میترسیم قلبشون وایسه و اونا هم نمیتونن جلوی این احساساتی بودنشون رو بگیرن و نمیتونن این قلب رو ببندن. و خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم در مورد خودمون که این شکست هایی رو که خوردیم باید دردهاش رو درمان کنیم، به بخشش به خودمون و به دیگران و هر اون چه که اتفاق افتاده برسیم، تا بتونیم این دریچه های عاشق شدن به زندگی رو دوباره باز کنیم و بشیم همون بچه‌ای که صبح از خواب بیدار میشه میگه آفتاب در اومده، آفتاب در اومده. یعنی اون عشق کودکانه شاد معصومانه‌ای که با حتی در آمدن آفتاب بعد از یک باران شاد میشه و ما این شعفمون رو در مورد زندگی و لحظه های زندگی و چیزهای زیبا و کوچک زندگی که دیگه ببینیمشون از دست دادیم، مثلا دیگه نمیبینیم این چیزها رو. و این هاست که میفهمیم که دریچه های قلبمون باز شده. وقتی که شعر برامون زیباست، وقتی طبیعت برامون مثل یک شعره، وقتی که اکسیژن هوا رو احساس میکنیم، وقتی که هر غروب آفتاب یک غروب تازه است، وقتی که اصلا تمام زندگی یک رومانسه، اون وقت میدونیم دریچه ها رو باز کردیم. اون از کجا میاد و چه اتفاقی میفته؟ ببینید، این شکست ها باعث میشن که ما نسبت به زندگی، نسبت به عشق، نسبت به آدم ها، نسبت به آینده امیدمون رو از دست بدیم، شادیمون رو از دست بدیم. یعنی چیزی دیگه برای اینکه در آینده دلمون خوش باشه بهش نداریم. پس چون دلخوشی نداریم، دلمون خوش نیست و زندانی میشه قلب ما در ناامیدی و در ناخوشی و دلمون از دلخوشی به ناخوشی میره. آزاد کردن عشق اراده لازم داره. اراده در بند امیده. پس ما باید یه آینده ای رو داشته باشیم بهش دلخوشی که و باور این که من میتونم دوباره عاشق زندگی بشم و با تمام وجودم به زندگی عشق بورزم و خوشحال زندگی کنم و شاد باشم و از هر لحظه زندگیم عاشقانه استفاده بکنم و بهش عشق بورزم و دوست داشته باشم. و این آزاد کردن امید به اراده این که آینده‌ای وجود داشته باشه که بتونم خودم خلقش کنم، خودم بهش دل ببندم و خودم عشق خودم رو از قفس ناامیدیش آزادش کنم. امیدوارم امیدوارتون کرده باشم و میخوام بدونین که آینده‌ای وجود داره، میشه بهش دل خوش شد و این آزادی عاشقانه ای رو که بهتون گفتم وجود داره و در هر سن و سالی ما میتونیم دوباره عاشق زندگی بشیم، عاشق خودمون بشیم، مهمتر از همه و عاشق لحظات بشیم و عشق بورزیم به دیگران و این عشق رو با تمام ذرات وجودمون حسش بکنیم که در اون حالت که هستین مثل این میمونه که ذره های اکسیژن هوا رو شما حس میکنین روی پوستتون، یعنی انقدر زنده این و اون نوع زندگی کردن رو برای همتون آرزو دارم. میدونم تلفن هامون شروع شده،
فکر میکنم که بهتره بریم به پیام های بازرگانیمون توجه بکنیم و برگردیم تلفن های شما رو 100% در قسمت دوم برنامه پاسخ خواهم داد. با ما باشید تا لحظاتی دیگر. چطوری میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم؟ راستی چجوری میتونم آدم موفقی بشم؟ من کیم؟ عشق چیه؟ عشق یه چیزیه من احساس یا میتونم به وجودش بیارم؟ میشه عشق رو ابدی کرد؟ اینا سوالایی نیستش که ما داریم. امروز من تا خطای تلفنمون پر میشن چند اعلامیه خدمتتون میگم، چون ازم خواهش کردیدن که حتما در مورد کارگاه های آموزشیمون یه صحبت مختصری بکنم. من چند اول تاریخاشو خدمتتون میگم و بعدم چند خبر خوب براتون دارم برای لس آنجلس، چون خیلی وقتی که سمینارهای ماهیانمون رو ما در لس آنجلس نداشتیم، به همین دلیل دوباره سمینارهامون رو دایر کردیم. سمینار بعدی ما ماه مارچ خواهد بود، 27 ماه مارچ در این میکروفونمون ما یادم رفته بذارید بذارید اجازه بدید 27 ماه مارچ در لس آنجلس خواهیم بود در رستوران فلیم در لس آنجلس ساعت 7-9 شب. برای اطلاعات بیشتر میتونید با رستوران تماس بگیرید و یا با مطب من تماس بگیرید. برای رزرو جا با فلیم اینترنشنال در لس آنجلس میتونید تماس بگیرید. تیتر سمینار هست هپی relationships. سمینار به زبان انگلیسی هست با پذیرایی شام. حتما سر وقت تشریف بیارین. فکر میکنم که مثل همیشه که سمینارهای ما قبلا هم با آقای مستشاری در کمدن هاوس بودیم خیلی طرفدار زیاد داشت، این سمینارهای جدیدمون هم که از 27 ماه مارچ در رستوران فلیم اینترنشنال شروع خواهیم کرد خیلی لذت ببرین ازشون. Happy Relationships 27 ماه مارچ از ساعت 7 شب در انتظار شما عزیزان هستیم. بیایید و با ما باشید و شامتون رو صرف بکنید و از این سمینار هم لذت ببرید. و همینطور کارگاه های آموزشی رو که داریم خدمتتون اعلام میکنم. کارگاه آموزشی بعدی ما در تورانتو برای بانوان هستش که پایه اول کارگاه های آموزشی ما هست و یا Women Only Workshop که به زبان فارسی در تورانتو 12 تا 14 ماه اپریل برگزار میشه. جمعه شب شروع میشه و یک شنبه شب به پایان میرسه. میتونید از همین الان چند جای محدود، من وقتی میگم محدود بعد کسی گوش نمیده، بعد ما جا نداریم، بعد میگن چرا به ما نگفتی. ما چند جای محدود برای ورکشاپ تورانتو در حال حاضر داریم، میتونید ثبت نام بکنید. خوشحال میشیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ورکشاپ بعدی ما در نروژ هست در شهر آزلو که 10 تا 12 ماه می هستش. این کارگاه آموزشی دوره اول ما و یا Women Only Workshopمون هست، به زبان فارسی است در نروژ و برای ثبت نام جا داریم. اگه که مایل هستید لطف کنید با مطب ما تماس بگیرید و یا به ثبت نام میتونید روی وبسایت ما ثبت نام بکنید. در دبی ماه می از 16 تا 18 کارگاه پیشرفته بانوان هستش، دوره دوم ما هستش برای کسانی است که دوره اول رو طی کردن و میخوان بیان دوره دوم و باید دوره اول رو برید تا بتونید به دوره دوم برسید. بنابراین 16 تا 18 ماه می مال فارغ التحصیلان ما هستش که عدهشون هم زیاده، خوشبختانه دارن میان برای
کارگاه دوم به زبان فارسی در دبی هستش. و اما کارگاه جدیدی رو که اعلام نکرده بودیم، 23 ماه می تا 25 ماه می در دبی کارگاه آموزشی پایه اول، کارگاه اول ماست، در دبی هستش. برای 25 نفر اول ثبت نام کننده ما، برای 25 نفر اولی که ثبت نام بکنن، چون همین یه هفته است که این رو اعلام کردیم، اگر جزء 25 نفر اول باشید، قیمت بسیار بسیار کمی میدید برای ثبت نام کردن برای این کارگاه، که یه چیزی حدود $350 از قیمت اصلی ما کمتر هست، شاید هم بیشتر. بنابراین اگر مایل هستید به این کارگاه بیاید و یا کسی رو دارید که میخواید ثبت نام بکنید، از این فرصت خیلی کم استفاده بکنید، به خاطر اینکه کارگاه های دبی ما اعلام میکنیم پر میشن. بنابراین خیلی خیلی فرصت کمی هست برای این 25 نفر اولی که ثبت نام میکنن، و همین الانش هم میتونم بهتون بگم 10 یا 15 تا از جاهای اولی ما پر شده. بنابراین اگه مایل هستید چکت بکنید، لطف کنید این حتما انجام بدید. و اما در لس آنجلس Women Only Workshop به زبان انگلیسی در لس آنجلس 28 تا 30 ماه جون هستش. اگر مایل هستید در این کارگاه شرکت بکنید، حتما برید روی وبسایت ما و همین الان برای این کارگاه اسمتون رو بنویسین، چون لس آنجلس هم مثل دبی میمونه، وقتی که ما اعلام میکنیم فوری کارگاه های ما اینجا پر میشن. و اما کارگاه آقایون در لندن 19 تا 21 ماه جولای هستش، برای کسانی به زبان انگلیسیه. برای کسانی که مایل هستین در این کارگاه آقایون شرکت بکنید دوره اولش، حتما به تارنمای ما مراجعه بکنید، و یا اگر احتیاج به اطلاعات دارید در مورد این کارگاه و یا میخواید کسی رو از خانواده و اقوامتون اسمشون رو بنویسید برای هر کدوم از کارگاه ما، میتونید همین الان در همین ساعت هم با مطب ما تماس بگیرین. عزیزان اونجا هستن، خوشحال میشن بهتون اطلاعات بدن، بهتون کمک بکنن و یا ثبت نامتون بکنن. خب بریم روی خط دوم. اینجا بفرمایید، روی خط هستی. خانم دکتر زیا عطابایی هستم. به آقای عطابایی، عجب افتخاری. اما اینطوری، ولی مسئله که اولا میخوام بهتون تبریک بگم، برنامه که امروز داده شد و سوژه بسیار بسیار جالبه، ولی اجازه میخوام از با تایید با حرفایی که شما کرد از آقایون و تایید اینی که واقعا یکی از اونها که واقعا درست هست، یکی از که ما مردها با زنها عشقامونو فرق داره. ما عشق رو در گذشت میدونیم و در اینی که با چگونه بتونیم همه وجودمون رو بذاریم و بگیم به خانوادهمون یا به کسی که عاشقشیم و دوستش داریم چطور. ولی مشکل اینجاست، شما درست گفتید، مردها حالا مثل شاید یک نوع حیواناتی هستیم که مثل تمام حیوانات دیگه ما نوع خاصی شاید باشیم. نوع خاصمون فقط برای خوبی نیست، نه اشتباه نکنید، برای خوبیش نیست، ولی ما افرادی هستیم که مردها اصولا با عشق زندگی میکنن. بله. و عشق رو، فرق عشق رو با شماها و خانمها فرق داره. دیدگاه عشق ما، عشق ما این نیست، اولا برای خیلی اکثر ما مردها متاسفانه غرور زیادی داریم در اینه که به کمتر، مخصوصا مثلا ما مردای ایرانی، اکثرمون وقتی زن مردایی رو میبینیم که جلوی دیگران مخصوصا شروع میکنن به چاپلوسی زیاد، ما پیش خودمون نگاهمون با زنها فرق داره. زنها لذت میبرن و اون زنی که ازش چاپلوسی میشه خیلی خوشش میاد. پیش خودش فکر میکنه این مردی که جلوی دیگران اینقدر بهش اظهار علاقه میکنه، عاشقشه، این واقعا عاشقشه. در حالی که ما پیش خودمون فکر میکنه، معذرت میخوام، نمایشه، درسته، نمایشه. مرسی، خیلی ممنون. ولی اون روی که شما میگید بذات بگم، واقعا یکی از چیزهایی که هست، خانم ها تمامی خواهن. یعنی همه چیز رو وقتی میخوان، مثل لباس، مثل علنگو، مثل جواهر که میخوان مال خودشون باشه و ازش نگهداری هم میکنن، ولی نمیخوان هیچ کس
هیچ کس اون انگشتر اون جواهر رو تا حتی نگاه بهش بکنه. درست. یه نفر نگاه کنه و به نگاهش کنه بگه این چی بهت داد قشنگه، ناراحت میشه. پیش خواهیم کنن که آقا این داره اون چیزی که مال منه میدوزه. در حالی که مردها عاشق خیلی چیز هستن. من خودم در این سن باور نمی کنید که ممکنه ساعتها یه گل رو نگاه کنم تو باغچه. بعد چیزهایی رو تو زندگیم پیدا میکنم برای اینکه عشق بدون حساب و بدون بند و این باشه. و این موجب میشه که زنهایی که یعنی زن نه، اصلا کسی که عاشق انسانه و انسان رو میگه حق نداری تا حتی با کسی دیگه حرف بزنی یا اگه به کسی بخندی معلوم میشه که تو دیگه من دوست نداری. اینجاست تنها چیزیست که مرد همونطور که شما گفتید در قلبش رو میبنده و بعد واقعا یواش یواش از همه چیز یا میره پناه میبره به یک چیز دیگه. درست. بی‌حسی. در حالا شما میگید مواد مخدر، خب همه مواد مخدر نمیتونن که پناه ببرن. درست. یک کسی پناه میبره به یک کار، میره خودشو گم میکنه تو کارش، میره عاشق یه چیز دیگه میشه. درست. و یواش یواش بچه‌ام بعضی از خانمام نگاه کنید شما عشق رو در چی میبینید؟ قیمت. اگه مرد نتونه، شاید من دارم میخواد مثلا برای زنم دوست دارم که مثلا وقتی که به حساب روز عشق میشه و روز والنتاین میشه من دارم میخواد مثلا تمام بدهکاری های خونه رو میلیون شده بدم. این بیام سرش بگم این مال تو دیگه. درست. قصه بخوری. ولی وقتی من ندارم آیا یک گل رو وقتی من میدم حتی یک گل از باغچه چی دوشم پولم براش ندارم. با تمام وجودم. تمام وجودم میدم. یا این گل باید ازش همونطوری نگهداری بشه یا اینکه اون احساسو میده یا فقط مادی شدیم همه. سوار میلیون ها میریم، سوار جواهرات میریم، سوار نگاه نمی کنیم که آیا این مرد یا این زن چه در قدرتش هست که برای من نمی کنه. دقیقاً همینه. من ببخشید مزاحمت شدم. نه آقای اعتباد، خیلی ازتون ممنونم. یعنی واقعاً ببینین من میدونم شما چقدر، اگه هر کسی نمیدونه من میدونم که چقدر شما مشغله زیاد دارین و اینکه لطف کردین، چون این سوژه خیلی مهمه. و انقدر من این هفته پیش میدونی، حالا مثلا یکی فکر میکنه میگه خب ولنتاین تموم شد حال دیگه داریم چرا راجبش حرف میزنیم، ولی انقدر این دور و بر من زیاد بود که احساس میکردم اگه امشب نیام و این رو ابراز نکنم خودم گیر میکنه برام، چون میدیدم که مردهای نازنین دور و بر من کسی نیست که بگه که چه اتفاقی داره میفته. و اصلا ولنتاین باید هر دو تا جنسیت رو اکسپرس بکنه و ابراز بکنه و اصلا این حالت این که تو باید بری به زور برای من یه کادویی رو که جامعه بهت گفته و فقط هم این میتونه باشه بخری یا به من بدی یا در این روز بدی و اینجوری اصلا این به روحیه مرد جور در نمیاد. یک. دوم، من دقیقا اون چیزی که شما گفتین، مرد عشقش رو باید اونجوری که مرد ابراز میکنه بکنه. اگه اینو ما بذاریمش توی چارچوب دیگه اون مرد نمیشه، میدونین؟ و همونطوری که شما گفتین مردا با اعمالشون دارن یه چیزی رو ابراز میکنن. اون مرده که تو اون مهمونیه میاد به قول شما همه اون کارا رو میکنه، چون من اینو میدونم به تجربه و تو خونهشون میدونم چه خبره، میدونم که اون لزوما. و زنای دیگه به شوهرشون میگن نگاه کن ببین احمد واسه زنش چه کار کرد، در صورتی که احمد اصلا خدا میدونه داره سر زنش چی میاره، ولی از نزدیک معلوم نیست، میدونین؟ و دقیقاً اون چیزی که شما گفتین، مردا جور دیگه ای اون عشق رو ابراز میکنن. و همیشه اونی که اگه ما بخوایم اینو بذاریم توی چارچوبی بگیم مال احمد باید شبیه مال زیا باشه، مال زیا باید شبیه مال جیسن باشه، اون وقت اینا دیگه خودش فردیت خودشونو از دست میدن، خلاقیت و آزادی خودشونو از دست میدن. و اینجاست که من میگم که ولنتاین خیلی خوبه، ولی موقعی خوبه که ما آزادانه بذاریم اون کسی که به ما عشق میده بده، نه اینکه انجام وظیفش باشه و یا اگه نده حالا قراره تنبیه بشه. بذارید من اجازه بدید به خانم‌های خیلی مهربون و اولا به همه خانم‌هایی که با شوهرشون تونستن این حیوانات عجیب غریب رو تا حالا تحمل کنن تبریک میگم، ولی باید بهشون یادآوری کنم. شما اگر توی عفونتون قشنگ‌ترین زیباترین پرنده رو داشته باشید ولی تو قفس تا حتی تو اتاق آزادش نذارید بچرخه، هیچ وقت اون قفس
اگر درش به یک اتفاق باز بشه اون پرنده خواهد رفت و دیگه هم بر نمیگرده. نه. اگر هم برگرده باید بری شکارش کنی، به زور باز بکنیش تو قفس، باز یا میمیره تو قفس یا میره. ولی آقای عطابا اینم بهتون بگم، اون پرنده هم که میمونه لزوما فکر نکنین که اهلیش کردین، یه موقع های کشتینش، منتها فقط نشسته اونجا داره اینجوری سوت میکنه ولی زنده نیست. اونم اون بدتر هم هست، تازه اگه بره من فکر میکنم باز لااقل من برای اون پرنده احترام بیشتری قائلم تا اونی که میمونه تفلکی، ولی دیگه اصلا چه فایده داره اون موندنه، میدونین؟ یک دنیا سپاسگزارم که انقدر لطف کردین که وقت گذاشتین. من بهتون بگم ما اینجا برای نمونه فقط بگم آخرین حرفو، ما زمانی هست که مرغابی‌ها کوچ میکنن از اینجا میگذرن، ما سال‌هاست 3-4 تا مرغابی که از اینجا میگذره اومدن تو این استخر میشتن میشینن برای اینکه یه در سال اول پروین وقتی مرغابی ها رو دید بهشون قضا داد. اینا هر سال که میان فقط اینجا میشینن و میرن، اما میدونیم اصلا چی هستن، چند نفرن، چطوری هن. ولی هر سالی که کوچه مرغابی ها میاد، مرغابی ها میان در اینجا توی این استخر و باز اگرم پروین یادش رفته باشه یا کسی براش رو غذا نداشته باشه، باز میشینن یه چند ساعتی اینجا شنا میکنن، نگاه میکنن، قارقار میکنن و میرن. بنابراین ما رو هم جز مرغابی اگر حساب کنید، باور کنید دوروبر استخر خواهیم بود. 100% همینه که شما گفتی. قربونتون. یک دنیا ممنونم. مرسی، مرسی، خیلی متشکرم. ببینین آقایون نازنینن، سخاوتمند. آقای عطابا یه حرف خیلی قشنگ زدم، میدونم پایش خط هستین ولی اینو باید حتما زیرش خط بکشم. گفتن مردان گذشت. من به تجربه اینو دیدم که انقدر مردا گذشت میکنن، البته من خودم طرفدار گذشتی که یعنی هی هیچی نگم برای اینکه هیچی نگم ها بعدن به انفجار خط میشه، ولی سخاوتمندانه میبخشن. ولی بعد من فکر میکنم به یه جایی میرسه ظرفیت تکمیل میشه و اون وقتی که پیش خودشو فکر میکنن که ببین این زن من یا همسر من یا دوست دختر من، این بخشش های من رو به معنای ضعف من گرفته، نه به معنای عشق من گرفته، نه به معنای قدرت من گرفته، نه به معنای قدرت سخاوتمندی من گرفته، نه به معنای انسانیت من گرفته، نه به معنای فهم و شعور من گرفته، بلکه منو داره خار میبینه چون عکس العملی نشون نمیدم یا بازم هستم علارغم همه این چیزها. ولی اون وقت همونی میشه که آقای عطابای گفتن، ما اگر قدر ندونیم و اینها رو ضعف بدونیم. با یه آقای صحبت میکردم، به من گفت پدر من مرد ضعیفی هستن. گفتم علائم ضعفشون رو به من بگی. گفتن ببینید مادر مسرش داد میزد، بیورزه صداش میکرد، این میکرد و میکرد، این مرد علارغم این که بسیار مرد موفقی بود، نمیدونم خیلی سخت کار میکرد، هیچ وقت به مادر من توهین نکرد، هیچ وقت صداشو بلند نکرد، هیچ وقت نمیدونم خیانت نکرد، هیچ وقت این نکرد، هیچ وقت اون نکرد، ولی همیشه پای زندگی ما بود، همیشه بهترین ها رو به ما داد. گفتم این مرد ضعیف نمیتونه باشه، این والاترین نوع عشق و قدرته. کاش همه ما یاد میگرفتیم، برای اینکه یک موجودی مثل پدر شما این خانواده رو نگه داشته. و این آقایی که باشون صحبت میکردم همینطور که من حرف میزدم عشق میریختن که من تا حالا پدرم رو از این دریچه ندیده بودم، علا رغمی که، ولی بعدا من بهشون اشاره کردم گفتم شما پدرتون رو وقتی بچه بودین دقیقا از همین دریچه میدیدین و عاشقش بودین و هنوز هم هستین، ولی چون فکر کردین که اذیت شده، آزار شده، در این عشق رو بستین که اذیت نشین از دیدن این توهینایی که به پدرتون میشه و خودتون دیگه این توهین رو نکنین، نگین پدرم ضعیفه. و خیلی اصلا یک من میگفتن من هر وقت من گفته بودن شما توی یه ساعت معجزه میکنی، زندگی ها رو زیر و رو میکنین، باورم نمیشد. ولی همین که من دیدگاه هم به پدرم عوض شد و بعدم به شما بودم شما این پدرتون هستین، براشون این خطای موازی رو وصل کرده بودم، خیلی خوب بود که خودشون رو ببینن و بدونن که چقدر خوبه که من این آدمی هستم که هستم و این عیب من نیست، این ضعف من نیست. دقیقا حرفی که آقای عطابای باز
شرمنده کردین، زنگ زدین، سخاوتمندی کردین. واقعا حرفی بود که شما زدین، ممنونم ازتون. بریم سراغ تلفن بعدیمون. روی خط هستین برنامه عشق آفرین، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام. سپاسگزارم ازتون. از کجا تماس میگیرین؟ من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. چقدر لطف دارین، بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم، من برنامه‌تون رو دنبال نمیکنم حقیقتا، ولی اون چیزایی که تکیهایی که ازتون دیدم واقعا لذت بردم. دیدم خیلی قشنگ صحبت میکنین، موضوعهای خوبی رو بیان میکنین، ولی الان دیدم آقای اومدن روی خط. بله. که صورت آنتی فمینیست دارن صحبت میکنن. جدا؟ اینجور فکر کردی؟ فکر کردم دارن میگن که دنیا مادی شده. من خودمم غم مادی شدن این دنیا داره عذابم میده، ولی نباید اسم زن یا مرد آورد. من خودم عذاب میکشم از اینکه میبینم یک پسر رو به خاطر ماشینش عاشقش میشن، یه دختر رو به خاطر بابای پولدارش عاشقش میشن. شما جزو اون آدمای نایابین مثل این آقای نازنینی که زنگ زده بودن، ولی شما خوشبختانه من یکی از اون نایابام، یا بدبختانه، برای اینکه من جدی اخیراً از تنها فاجعه عشقی یا عاطفی یا هر چیزی که اسمشو بتونیم بذاریم اومدم بیرون. و یک چیزی رو خوب فهمیدم که آدم با پول خوشبخت نمیشه، ولی بدون پول قطعا بدبخت میشه. ببینین مسئله پول نیست، پول نه بده نه خوبه نه اینا اصلا نیست. موضوع یه چیز دیگه بود، موضوع این بود که انسانها رو خوبی و یا بدی و یا ارزششون رو و یا هدایایی رو که میدن با میزان قیمت سنجیدن، نه اینکه واقعا زشته. من نمیدونم، ولی من حالا شما درد خودتون یه چیز دیگه است، من فکر کنم بهتر به درد شما برسم. حالا شما بگین چیزی که شما از من لازم دارین چیه؟ برنامه به دردم میرسید. حالا بحث و گفتگوست. آره نه نه، سوال اگه دارین من سوال اینجا هستم که سوالتون جواب بدم. من برای اینکه این آدمی نباشم که مادیات بها نمیدم و آدم ها رو فقط به شخصیتشون، به منششون، به رفتارشون، به اون یک شاخ گل با یک نگاه عاشقانه‌شون راضیم نباشم چه کنم؟ آها، من الان خیلی میخوام کمکتون کنم. شما ازدواج کردین تا حالا؟ بله من ازدواج کردم. جدا شدین؟ طلاق نگرفتم ولی جدا من. اوکی. اگر میتونستین با همسرتون برگردین، برمیگشتین؟ همسر من متاسفانه بوی از احساس به اون بویی که من میشنوم نمیشنود. اوکی، ولی من سوالم چیز دیگه بود. اگه میتونستین برمیگشتین؟ اگه رابطه درست میتونم برگردم، ولی اگر اون احساسش با من توی یه مسیر میافتاد آف کورس که برمیگشت. اوکی، حالا من یه چیز میخوام بهتون بگم. اولا اینی که زنها مادی هستن به خاطر اینی که زنها از یه مدار اشتباهی رفتن، ولی این نیستش که ما نباید به مادیات فکر کنیم. منتها درس زن بودن سالم رو به ما ندادن، یعنی متاسفانه یه سری باورهای غلط با یه سری ارزشهای درست همه با هم رفته توی یه دونه بگ قاطی شده، یه چیز هچل حرف سردرگمی از توش اومده بیرون که شده رابطه های امروزی زن و مرد. من همه کار زندگیم اینه به عنوان یک متخصص و روانشناس و مشاور خانواده که این معمای هچل حرف رابطه زن و مرد رو از هم جدا کنم و توضیحش بدم که بقیه از این گیجی بیان بیرون. خوبه؟ حالا این چیزی رو که شما الان مطرح کردین به این صورته که 100% من این درسیه که من به خانم ها میدم. میخواین ازدواج بکنین، میخواین وارد یه رابطه دراز مدت، نه بویفرند گرلفرند، بویفرند گرلفرند ازدواج نیست، ولی اگه میخواین وارد یه رابطه دراز مدت با موجود مذکری یه مرد بشین به اسم ازدواج،
سه تا مشخصات این موجود باید داشته باشه. مشخصات اولش اینه که باید در مورد پولش، در مورد عشقش و در مورد وقتش برای شما و رابطه سخاوتمند باشه و بخواد برای اینکه اون سخاوت الان اجازه بدیم بسا طرفم نپریم وقت من گیج میشم و بخواد که پولش، وقتش و عشقش رو برای زنش و فرزندش و خانوادش خرج بکنه و سرمایه گذاری بکنه. خب این یک. دومین مشخصات این مرد باید این باشه که کلامش و رفتارش و ارزش‌هایی رو که ادعا میکنه که داره و بهشون باور داره با هم یکی باشن. یعنی وقتی میگه ساعت 8 شب، رفتارش و کلامش با هم یکی باشن. اگه میگه من آدم وقت شناسیم ارزشش به اینه، یا اگه میگه من آدم صادقیم، یا اگه میگه من آدم زن دوستیم، هر چی رو که میگه رفتارش هم همون رو منعکس بکنه. خب این دومی. سومین مشخصات باید این باشه که موجودی باشه که به خودش و به آبروی خودش، نه به طور ظاهری بلکه به طور واقعی، احترام بذاره و اهمیت بده که آبروی خودش رو در جامعه حفظ بکنه. چرا؟ چون مردی که آبروش براش مهم نباشه، رفتارهایی از اون سر میزنه که باعث شرمندگی ما میشه و ما زنان نسبت به اجتماع و اون چه که اجتماع فکر میکنه بسیار حساسیم، چون ما موجودات بسیار اجتماعی هستیم و نیاز داریم که جامعه رو دور خودمون نگه داریم، چون زنیم و به روابط اجتماعی بها میدیم، شاید خود زیادی. و بنابراین مردی که در این مجموعه اجتماعی ما رفتارهای زننده و زشت بکنه، چنان ما ازش زده میشیم که دیگه نمیتونیم بهش عشق بورزیم. پس برای ما، برای خودمون، برای ازدواج موفق ما، این سه تا مشخصات رو یه مرد باید داشته باشه. نه اینکه پول زیاد داشته باشه، نه اینکه آدم نمیدونم تحصیل کرده موفق با ماشین پورش باشه، بلکه همون یه ذره ایرم که داره برای خانوادش بخواد. متوجه شدین؟ پس مسئله مادی بودن زن از لحاظ اینکه مرد چقدر داره و خونه چند میلیون داری دلاری داره مطرح نیست، ولی مردی که پولش و وقتش و عشقش برای زنش نیست، مرد وفادار و مسئول و قابل اعتمادی نخواهد بود، چون سرش جای دیگه ایه و این زن رو برای اینکه بهش سرمایش باشه نمیخواد. میخواد فقط اونو بذاره، بچه دارش بکنه، تو خونه نگرش داره، به اسم اینکه من زن دارم زندگی خودش راحت باشه، هر اون زمانی هم که نیاز به یه سکس همجوری داره اینو داشته باشه، بعد بره کارهای خودشو بکنه. این نمیشه ازدواج موفق، چون ما زنان نسبت به این موضوع خیلی حساسیت داریم. من یه سوالی داشتم، اگر اجازه بدیم بپرسم. جونم، میخواستم ببینم آیا به نظر شما هیچ جایی از عقل و منطق و اینا جایی برای دو نفری که واقعا عاشق همم ولی نمیتونم به هم زندگی کنم وجود داره؟ یعنی اصلا این امکان پذیره؟ من به ندرت دیدم که دو نفر که عشق بینشون هست، من شخصا منو به ندرت دیدم که دو نفر که عشق بینشون هست نشه مسائلشون رو حل کرد. خب و معمولا برای من شخصا کار من اینه که اگر زن رابطه دست من باشه، برای اینکه زن رابطه 95% قدرت هدایت موفقیت رابطه در دست زنه. الان آقای عطابای زنی میزنن دوباره به من رأی میدن. 95% موفقیت رابطه قدرتش در دست ما زناست. ما رابطه رو میفهمیم، ما رابطه رو هدایت میکنیم، وجود ما برای هدایت رابطه ساخته شده. مردا برای رقابت ساخته شدن، برای رابطه ساخته نشدن.
موجود مرد یک شکارچیه که برای برد و باخت و حفظ بقای بشر ساخته شده. چنین موجودی فقط و فقط از رابطه این رو میتونه بفهمه که یا من در این رابطه دارم میبرم یا دارم میبازم. اگه دارم میبرم که خیلی روز خوبیه، اگه دارم میبازم پس روز بدیه. همین، تا این حد. ولی شما فکر کنین 95% دیگه کامپلکس ترین مسائل عاطفی رابطه مغز و بدن و جسم و روح زن برای حل کردن اون ساخته شده و زنان امروزی بنده و جنابالی رو کسی به همون یاد نداده این 95% رو باید چطوری حلش کنیم. و اینو من به شما نمیگم، من خودم عاجز بودم از اینکه چرا رابطه هامون کار نمی کنن و وقتی واقعا دقیق شدم و یاد گرفتم و یاد دادم به زنایی که باشون کار کردم که تو چقدر قدرت داری برای خوشبختی زندگیت و دیدن که همه قدرت در دست اوناست، تونستن زندگیشون درست کنن. بنابراین جواب من به شما اینه که بله میشه، ولی زن رابطه باید حاضر باشه خودش رو تعلیم بده و هر اون چه از دستش برمیاد در راه به اجرا گذاشتن اون چه که یاد گرفته انجام بده. و من به شما اینو تضمین میکنم، تضمین منه چون دیدم و تجربمه تو زندگیم، که زنانی که این کار رو کردن در بهشت دارن با شوهراشون زندگی میکنن. و زنانی که حقیقتا بدون تربیت از طرف یک آدمی که کارش این باشه، 5 سال تمام تلاش خودم کردم. تلاشتون رو اشتباه کردین، من بهتون قول میدم من 2 ساعت باتون حرف بزنم تمام اشتباهاتون رو بهتون میگم. یه اشتباهی که الان هم دارین میکنین، این میتونه درچه امید برای من باشه. آره، یه اشتباهی که همین الان دارین میکنین اینه که امیدتون از دست دادین. و ما زنا نمیتونیم امیدمون از دست بدیم، ما امید دنیاییم. زن امیدش از دست بده دنیا برفناست، حواستون باشه. خیلی غم انگیزه که آدم دلش برای خودش بسوزه. میدونم، منم دارم براتون میسوزه، ولی بدترین حالت فکر کنم انسانه که دلش برای خودش بسوزه. شما تورانتو گفتین زندگی میکنی؟ نه، من تورانتو هستم. من یه خبر خوب براتون دارم. من خیلی خوشحال میشم برای خبر خوب. من دارم ماه اپریل میام تورانتو. خب هم یه سمینار دارم راجع به رابطه که شب پنجشنبه 11 ماه اپریله، خب هم یه ورکشاپ دارم که شما خیلی لازم داری، که این زندگیه که من فکر میکنم میشه نجاتش داد رو نجاتش بدی. این یک زندگیه که دوتا آدم بسیار عاقل فهمیده تحصیل کرده خرابش کردن با هم انجام میدن، ولی به هیچ جا نمیرسن. منم بهتون قول میدم که به همه جا میرسه، شما بر راهش رو یاد بگیرین. دقیقا من مثالی که از خودم میزنم، ما دوتا مثل دوتا کتاب چنین گفت زرتشت و تا اون کافکا نمیم مال آلبر کاموس یا درسته. دوتا رو قاطی میکنم توی کتاب خونه نشستیم روبروی هم به هم دیگه خیره شدیم. ولی من بهتون میگم اشتباه میکنی، شما یه کتابین منتها شما باید بلد باشین این کتاب رو. و شما یه چیز شما دیده دیگه باز اومد درخشید. باشه، مرسی. نه ولی این حرف امشب منو یادتون باشه. خب این حرف امشب منو یادتون باشه. الان 19 فوریه، من با شما 14 اپریل که ورکشاپ تموم میشه بیان روبرو من وایسیم بگیم من درست میگفتم یا نه. خیلی خوب، من در این بیتوین بهتون زنگ میزنم با دفترتون همه. من همه اشتباهاتون بهتون میگم و شما من میگی من درست میگم. خب با هم حرف میزنیم. من آدم اوپنیم برای این که فهمیدم، ولی اصلا بهتون نمیگفتم. ببینین یه چیزی بهتون بگم، ولی باید حتما اینو بگم برای اینکه بقیه خانمایی که دارن به حرفتون گوش میدن باید بشنون. من باور ندارم امیدتون از دست دادین. اگه امیدتون از دست داده بودین این وقت شب اولا برنامه منو نمیدیدین، اصلا گوش نمیکردین. این یک. من دیوانه روانشناسی ام. نه 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 نه
گوش کنید، حرفای من خیلی سخت از گلو آدم ها پایین میره، اشتباه نکنید، مخصوصا خانوما، چون وزن سنگین مسئولیت رو در زندگی رابطه من میذارم به گردن زنا. بنابراین من موجودی ام که اگر با هم روبرو میشین باید حتما یه چیزی توی ذهنتون جا افتاده باشه که هنوز امیدتون رو از دست ندادین، چون من همیشه استیشن آخر قطارم، یعنی مال اونایی هم که دیگه از همه جا رونده موندن میان این ایستگاه وای میسن. من میخوام بهتون بگم 100% امیدتون رو از دست ندادین و الا امکان نداشت به من زنگ بزنین. چون من رفتم پیش یه خانومی که توی تلویزیون شما هم فکرم برنامه دارن، ایشون سکسولوژیست بودن و سکسولوژیست آقای عطابای فکر نمی کنم، تا شک دارم، ولی خب حالا بگین ممکنه من شاید بیخبرم از سکسولوژی تلویزیون NITV. خب بعد چی شد؟ من نیستم توی اون تلویزیون، چون من کلن با تلویزیون مشکل دارم. الان هم خونه مامانم هم که دارم میبینم. این جونم مامانتونو 100 بار از قول من ببوسین. خب دیگه الان برنامه‌تونو دیدم و ذوق زده شدم، گفتم حالا شانسم میگیرم، شاید گرفت. شانس من بوده و ازتون بی نهایت سپاسگزارم و مطمئنم که میبینم. میخواستم اینو بگم که اون خانومی که قرار بود به ما کمک کنن که سکسولوژیست بودن، خیلی کمک بامزهی به ما کردن. گفتن شما میری خونه عزیزم هر شب سکس میکنی. بله. آها مرسی، کمکتون عالی بود. حتما همینطوری درست میشه. بله، بعدم از هم طلاق میگیرین، چون یه زن اگه که باید بر علیه میل خودش سکس داشته باشه تبدیل میشه به یک موجود روانی و عصبانی. آها این قضیه ما برعکس شده. اون کسی که ابیوز میشه همسر منه. آره. من. آخه پس شما، من خیلی با هم کار داریم، حرف دارم باهاتون بزنم. چون حرف اول برنامه گفتم مردا نمیتونن آن دیمند پرفورم کنن، میدونین که اگر نمیدونستیم بهتون ثابت شده. من تورنتو میبینم اتون، یک دنیا ممنون. مامانو خیلی تشکر کنیم برای اینکه اگه نبودن شما زنگ نمیزدی. مرسی، ممنونم از وقتتون. همینطور از شما سپاس بذارم. نمیدونم اونجا شبه یا روزه. شبه مثل مال شما 3 ساعت عقب. اوکی، به عنوان حسن ختام بگم بهتون که واقعا استایل زیبایی داریم. مرسی. واقعا قشنگ استایلتون. متشکرم. سپاس. ممنون ازتون. مرسی. شبتون بخیر. نگهدار. شبتون بخیر. شب خدا نگهدار. تلویزیون NITV برنامه عشق‌آفرین، بفرمایید، روی خط هستی. الو سلام خانم دکتر، خوب هستین؟ درود بر شما، از کجا زنگ میزنین؟ من از بی ایریا زنگ میزنم، تو همین کالیفرنیا. خیلی لطف دارین، بفرمایید، در خدمتتون هستم جونم. خانم دکتر من رو فیسبوک دیدم که شما امشب برنامه دارین، راید اوی اومدم پشت خط و خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. مرسی، ممنون جون من، بفرمایید. حالی که من دارم در حقیقت راجب شوهرم هستش. ایشون با برادرش و پدرش در فامیلی بیزنس هستن که خیلی موفقن بیزنس وایز، ولی پرسونالیتی وایز هیچ کدوم از اینا با هم به هیچ عنوان نمیسازن. و الان بعد از خیلی سشنای فامیلی تراپی و این چیزایی که در پیش رفتن، دیساید شده که از همدیگه شوهر من از پدر شوهرم و برادر شوهرم جدا بشه و پدر شوهرم و برادر شوهرم با هم کار بکنن. مسئله که اینجا هسته، شوهر من خیلی خوشحاله به خاطر اینکه خیلی ابیلیتی داره، خیلی میتونه کار انجام بده و لوناش و همه کارهای بیزنسیشو که احتیاج داشته رو سایت خودش انجام بده رو تا مقدار خیلی زیادی انجام داده. On the other side پدر شوهر به حقیقت شوهر من در مرسی پدر شوهر من هست، به خاطر اینکه برای اینکه این بیزینس خودش رو شروع بکنه یه مقداری کمک و ساپورت پدرش رو میخواد که اون چیزهای یه مقدار سایت های بیزینسی رو به این بده که این بتونه به قول معروف کارش رو شروع بکنه. الان به خاطر مشکل خیلی شدیدی که بین شوهر من و برادر شوهرم بوده، lack of trust و اینها has been proven که بعد از شوهر من هی کارشکنی میکرده، دخالت های بی جا، حسادت های بی شمار و الان شوهر من در مرحله خیلی کریتیکالی هستش که همش میترسه که
مبادا پدر شوهر من نظریش عوض بشه، مبادا برادر شوهر من یه حرفی بزنه و این به خواستش نرسه و اینها اینو از لحاظ روانی بالانسشو به هم ریخته به حدی که میگه تا کسی منو ایریتیت نکنه من با کسی کاری ندارم. درست. تا یه کسی ایریتیتش بکنه. خب من الان جواب شما رو میدم. خب نقش شما میدونین این وسط چیه؟ من خیلی گایدش میکنم بش... خیلی بهش میگم که چه بشه چه نشه. It's just gonna be fine. بله میخواین از من بپرسین؟ بله به همین خاطر زنگ زدم. شما اونو به هم میریزی؟ من به هم میریزم چطور؟ زیادی حرف میزنی میدونستی؟ ولی من خیلی زیاد گوش میکنم. میدونم سه برابر اونی که الان گوش میکنین گوش کنین و اصلا حرف نزنین. شوهر شما الان به سکوت احتیاج داره. بذاریم بهتون بگم چرا. الان اونجا نشسته اون داره لبخند میزنه، من مطمئنم سرشو تکون میده. خب شوهر شما الان به سکوت مطلق احتیاج داره. شما وظیفتون اینه که محیط دورور اونو چنان ساکت کنین، چون اونقدر اون الان توی سرش صدا هست که هر صدایی مثل بمب اتمه. میدونم که میاد به شما تعریف میکنه و شما فکر میکنی حالا باید بهش ادوایس بدین. شما هر چقدر که اون میگه شما فقط بگین بله عزیزم دیگه چی؟ بعد چی شد؟ آها خب بعد چی شد؟ آها اینطوری شد خب بعد چی؟ فقط تشویقش کنی حرف بزنی. شما اصلا حرف نزنی. تنها حرف شما باید این باشه که من به تو اعتماد مطلق دارم، مطمئنم میتونی همه کاری بکنی، اصلا هم نگران نیستم، مرسی قربونت برم. حرف دیگه نداری بزنی؟ شما هیچ چی نگی، سکوت. میدونم براتون خیلی سخته چون ما زنها راجع به همه چی عقیده داریم و خیلی هم باهوشیم و حسمون هم بهمون میگه کجا پامون رو مین نذاریم. خب ولی الان انقدر تو سر اون شلوغه که هر نوع حرفی از طرف بخصوص شما، چون شما به اندازه اون نروسی، میخواین اون آروم کنی ولی خودتون نروسی. پس شما لطف کنین سکوت مطلق، هر چقدر میتونین برین یوگا، تا اونجایی هم که میتونین حرف نزنین. حالا همسرتون دارن گوش میدن؟ بله. صداتون رو دارم ضبط میکنم که گوش بدن. الان عربتن هستش. آها خب شما اینو براشون بذارین که من گفتم. خب خانم دکتر من یه چیزی اد بکنم. بگی. اینه که من با همسرم perfect understanding داریم. چقدر خوب. ولی من بهتون فقط اینو میگم اصلا خانوادش میاد که عرب کنترل میشه. آره الان این perfect understanding دارین. اگه که یه موقعی میونه اون با خانوادش به هم بخوره، اگر شما دخالتی کرده باشین و حرفی زده باشین، اون موقعی که غم و غصه ناراحتی جدایی از خانوادش رو داره شما رو مقصر میبینه. برای همین بهتون میگم حرف نزنی. بله. عقیده ندین، نگوین چیکار کن چیکار نکن. حتی اگرم ازتون پرسید بهش بگین گایزم این خانواده تو هن، اون بیزنس توه، من به تو اطمینان کامل دارم، من مطمئنم تو کار درست انجام خواهی داد. الان وقت دخالت شما نیست، هر چقدر هم باهوشی. من این توصیه‌مه بهتون، امیدوارم که به دردتون بخوره. دوستان عزیز متاسفانه وقت برنامه من همیشه احساس میکنم کم میارم، میدونی؟ چون میخوام 100 تا تلفن دیگه هم جواب بدم. بی نهایت سپاسگزارم از توجهتون به برنامه امشب من. تا سه شنبه هفته آینده ساعت 6:30 بعد از ظهر در برنامه عشق آفرین، شما نازنینا رو به خداوند بزرگ میسپارم. تکرار برنامه من پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر از شبکه جهانی NITV خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.